فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده گرامی عبدالرحمن از بلوچستان سوال کردن که وصال جان آیا خودکشی حرام است یا نه؟ امیدواریم که تا حالا خودکشی نکرده باشند. چند روز گذشته از اسمسیشون. بله، خودکشی یکی از گناهان کبیره هست، یعنی به صورت کلی قتل نفس، چی این که انسان خودش را بکشد یا کسی دیگر را بکشد، این یکی از گناهان کبیره هست و درباره خودکشی که حرام هست هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداره، زیرا که این جان و جسم انسان ملک خودش نیست، در اختیار خودش نیست که بخواهد اون را طلب بکند و از بین ببرد، بلکه این ملک الله متعال است. همون گونه که ما حق نداریم دیگران را بکشیم، حق نداریم که خودکشی هم بکنیم و این در واقع یکی از گناهان کبیره هست که در این زمینه احادیثی وارد شده. در صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیثی از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی درباره مجازات و وعیدی که درباره کسانی که مرتکب خودکشی میشوند اومده. در این حدیث حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند: من تردد من جبل فقتل نفسه، هر کسی که خودش را از بالای کوه بیاندازد و خودش را بکشد شد فهو فی نار جهنم یتردا فیها، این انسان در آتش جهنم هست و همچنان و پیوسته در آتش جهنم فرو می رود، خالدن مخلدن ابدن، برای همیشه در آتش جهنم و برای ابد در آتش جهنم در واقع فرو می رود. و در ادامه این حدیث موارد دیگری اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند هر کسی که سمی را بخورد و با این سم خودکشی بکند، در روز قیامت همیشه این سم را در جهنم می خورد برای خالدن و مخلدن. اگر کسی خودش را با یک ابزار آهنی بکشد، این هم ترجمه حدیث است، هر کسی خودش را با ابزار آهنی بکشد در روز قیامت این عذابش هم این هست. یعنی این که هر کسی در دنیا خودش را با چه ابزار و وسیله و با چه کیفیتی بکشد، عذابش در روز قیامت هم به این صورت است. اما معنیش این نیست که ما حکم بکنیم بر کسی که مثلا خودکشی کرده به استناد از این حدیث یا احادیث دیگری که در این زمینه هست، معنیش این نیست که حتما اون کسی که خودکشی کرد ما حکم بکنیم فلانی حتما جهنمی هست، چون این نیست، زیرا که خودکشی یا قتل یا هر گناه دیگری که به استثنای گناه شرک باشه، الله متعال اونها را میبخشد و جز در تحت مشیت الله متعال هستند، یعنی گناهانی هستند که الله متعال اینها را برای کسی که بخواهد اونها را میکشد، یا یعنی اینکه انسانهای اعمال خیر بسیار زیادی رو دارند که این گناه در مقابل اعمال خیر و بسیار بزرگش رو میبینیم که به جایی نمیرسه، الله متعال اینها را میبخشند. اما کسی که مرتکب شرک شده باشد و توبه نکرده باشد، الله متعال اون را نمیبخشد و در واقع اون را معاف نمی کند. حتی گناه در واقع شرک هم با توبه کردن الله متعال اون را معاف می کند. پس بنابراین خودکشی گناه هست، یکی از گناهان کبیره هست، اما به این معنی نیست حتما که کسی که خودکشی کرده ما حکم بکنیم که اون حتما جهنمی هست. وعیدی اومده در اساس این وعید الله متعال اون را مؤاخذه خواهد کرد، اما امکان دارد که الله متعال اون را هم ببخشد.